با مناسبت 8 مارس روز زنان هزاران زن و بسیاری از مردان در مرکز شهر روم پایتخت ایتالیا راه پیمایی کردند و علیه تبعیض و خشونت جنسیتی علیه زنان با تمرکز بر مردمی که در غزه و دلیل جنگ رنج میبرند تظاهرات کردند. گروه های فمینیست در چندین شهر در سراسر ایتالیا تظاهرات برگزار کردند و همچنین خواستار اعتصاب ملی علیه قراردادهای موقت و علیه دولت راستمیانه بر رهبری جورجیا ملونی شدند. با گفته معترضان، خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان را نمیتوان تنها به عنوان یک مشکل جنایی تلقی کرد، بلکه باید قبل از هر چیز به عنوان یک مشکل فرهنگی با آن برخورد کرد. Non possono andare al lavoro, a scuola, non possono andare all'università, solo casalinga. Il talebano dice che afghane donne solo per casa, non per fuori, non per lavori, solo casalinga. Personale educativo scolastico di Roma Capitale, le insegnanti e le educatrici di ruolo sono all'incirca 6.300. Mentre per quanto riguarda il personale supplente è costituito da più o meno 5.300 unità di personale tra educatrici e insegnanti supplenti. Sono loro che assicurano la copertura dei vuoti organico, sono loro che assicurano la copertura sui bambini e sulle bambine diversamente abili e sono loro anche che assicurano comunque l'erogazione dei servizi perché fanno, comunque coprono tutte le assenze del personale di ruolo. Anche se esiste una legge che prevederebbe l'aborto, non ne puoi usufruire perché non c'è nessuno che concretamente lo pratica. Perché se tutti si appellano all'obiezione di coscienza, di fatto non c'è l'attuazione, la legge non trova attuazione. در میان تظاهرکنندگان بسیاری از فعالان حامی فلسطین خواستار آتش‌بس فوری در غزه و همچنین حقوق زنان افغانی بودند که تحت حکومت طالبان زندگی میکنند. چندین تظاهرکننده نیز برای مطالبات خاص و عملی مانند بازنگه داشتن مراکز مشاوره زنان، دفاتر حمایت از قربانیان خشونت و قراردادهای دائمی برای مربیان مهد کودک اعتراض داشتند. ما گرد هم می آییم تا علیه بی‌عدالتی اعتراض کنیم. صدها نفر با این شعار در اعتراض به خشونت خانوادگی و بی‌عدالتی علیه زنان به راهپیمایی روز جهانی زن در پریشتینا پایتخت کوسوو پیوستند. این تظاهرات هم که با مناسبت روز جهانی زن بود با شعار راهپیمایی میکنیم جشن نمیگیریم برگزار شد. معترضانی که در راهپیمایی شرکت کردند خواستار اقدام بیشتر مقامات برای حمایت از زنان در روابط آزاردهنده و همچنین افزایش دستمزد برای زنان شدند. مشکلات خاص زنان در ایران و افغانستان نباید ما را از وضع عام این مشکل دور کند. حقوق زنان در سراسر جهان کم و بیش پایمال می شود و زنان در سراسر جهان از حقوق خود دفاع می کنند.